مردم ایران رو موفق و پیروز بدار. یا آمین یا رب العالمین. ننه کیه مادر؟ بیا که دیرم شده، بیا چایی بریز میخوام برم. اومدم پسر. بوده زودتر مادر جون. راهی با امید تو خدا داری که خودمو میسپرم به تو. توکل به الله. دلم برات شده بود که این دسته ای مریم مریم تو خیلی دلم میخواد همش تلوی تو باشه، اما اون ناجنس اگه یه دقیقه دیر برم سر کار تو این دفعه تو رو باطل میکنم. نمیدونم چرا اینقدر با من دشمنی داره. منم سرکارگری به این باید جنسی ندیده بودم. قرار نورزاد با رئیسمون خوزنه بود برای ما رو خسی بگیره. این وقت یه عروسی حسابی واسه خودمون را میدهیم. یعنی نورزاد اون سلام نورزاد. سلام مریم جون، حالت خوبه؟ خب حبیب دیگه دیر وقته و میفت بریم. یلا خدافز مریم. خدا پشت و پناهت. خدا نگه روزی ما در کوه و نهرها
شب دارم خنده به لب فریاد از همه دور ها بیان مرتمه ده میگویم غم دل با این سنگ بیا با نهره کوه و زهرا اینو نخوردی یالا اون سنگا رو برده برید اون طرف هجام بین اکه روزگار کجمده بخی اینگا خودشه آره تصمیمتو گرفتی یا نه؟ چه جواب نمیدی دختر؟ گفتم تصمیمتو گرفتی یا نه؟ کجا؟ آخه تو از جون من چی میخوای؟ خب معلومه دیگه خودت میخوام خودت تو مگه تو شهر خودتون دختر قهته؟ صد دفعه بهت گفتم من نامزد دارم نامزدم هم خیلی دوست دارم از قیافه این نحس تو هم بدم میاد آخه خوشگله حیف تو نیست حیف تو نیست خاطر خواهی داد یه جلوم بر شدی من حاضرم تو رو ببرم شب با هم عروسی میکنم برات خونه میخرم بهترین زندگی رو با سر درست میکنم جواهر طلا گوشواره هرچی که بخوای برات میخرم فهمیدی؟ اما به شرطی که دست از این پسره داد یه بیستر پا برداری فهمیدی؟ تو به اون میگی داتیه بی سر و پا؟ مگه منم داتی نیستم؟ مگه منم اهل همین ده نیستم؟ پس با اون هیچ فرقی ندارم تا مگه دست از سرم بر نداری همینجا داد میزنم فریاد میکشم همه ی کارگرهای اینجا رو خبر میکنم خلاص کن! یه دفعه دیگه بفهمم که مزاحم مرگم شدی کاری میکنم که تو عمداری جرأت نکنی پاتو توی مرد نفهمیدم مثلا میخوای چی کار نکنی ها؟ حالا بهت میگم میخوام چی کار کنم بیا چی؟ بیا 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 میرم چی کار کنم عوضه آواز کنم کاری کنم کنم حسن نه چی جانم این نمیخواد خوش سلام حبیب سلام حبیب خسته نباشی سلامت باشی
برات نهار آوردم. دست درد نم. من اینکه چیکار باید بکنه بینم پول باقیشم بعدم میبینم. برو اونجا. نه خدا باشه خودم بلدم چیکار کنم. خیلی خوب باشه برو. تو هم خیلی شانس آوردی. بی خود نیست که اینجوری از ته دل خوشحالی. باید جلدی عروسی تو را بندازیم و یه دلی از عزا در بیاریم. آره بابا خیلی خوش میخندی. این بابا خیال میکنه شما دارین کار میکنین. حبیب محسن خان گفت تو برو اون طرف معدن تنگای اونجا رو خوب کن. بیا برو وانتا یلا بیا برو الان پیداش میشه. بچه حرفم تو گوشش فرو نمیره. مثل من با تو نیستم بی بره دیگه. بیا حبیب زخمی شده. آره بادا. دکتر شما رو به خدا پسر من نجات بده. من پسرم سعی سالم از شما میخوام آقای دکتر. تو رو به خدا اونو خوبش کن. حتما خوبش. نه من نمیتونم مرگ بچه‌مو به چشم ببینم. نمیتونم آقای دکتر نجاتش بدی. خدایا به ما رحم کن. متاسفانه در اثر ضربه ای که به سرش وارد شده بیناییش از دست داده و کاری از دست من سخت نیست. آقای دکتر نظرین چراغ خونه این خونواده خاموش بشه. کمکشون کنید. هر کاری که از دستتون برمیاد براشون بکنید. ناراحت نباشید. خدا بزرگی شما را باید هرچه زودتر وسیله فراهم کنیم و اونو ببرینش به تهران. تهران؟ تهران خوبش میکنه. پسرم چرا اینقدر ناراحتی؟ بیا چایی تو بخور. از قصه خوردن که کارا درست نمیشه. ننه جون همش تو فکر اینم که پول معالجشو چجوری پیدا کنم. خودشون که ندارن بدن. مگه اینکه خدا خودش این لطفی در حقشون بکنه. پسر جون خدا کریمه. همچین گره از کارا باز میکنه که بندگونش اصلا خبردار نمیشن از کجا رسیده. فکرشم نکن. صبر داشته باش. آخه ننه جون تو که حتی دل من با خبر نیستی. نمیدونی واسه حبیب چقدر دلم شور میزنه. اول جوانی و کوری خیلی بد دردیه ننه. امید به خدا داشته باش حتما خوب میشه. من که خیلی براش دل واپسم. بیشتر از همه تو فکر رو نمزده بیچارشم. تو هیچ فکر نکردی بالاخره قانون گریبان تو رو میگیره و تو رو مجازاتت میکنه؟ چرا این کارو کردی؟ جناب آقای رئیس به خدا تقصیر من نبود. این بابا اقفالم کرد. این بهم دستور داد که برم این کارو بکنم. راست میگه؟ والا بلا من علی این حرفا نیستم. آخه دلیلی نداره که من بی خودی این کارو بکنم. اونم کارگر خوب خودم که از جونم بیشتر دوست دارم واسه توته بچینم. همش زیر سر اینه. من خودم میدونم که این ناجنس میخواد یک کلکی دست من بده. بله جناب سرم. اینطور نیست آقای محسن خان. بعد از تحقیقات کافی که مامورین ما از اهالی محل و کارگرها به عمل آوردن ثابت شده که
شما به خاطر دختری که نامزد حبیب بوده و قصد ازدواج با همو داشتن توطئه چیدین تا اونو از اینجا ببرید و کسی که ناظر نقشه جنایتکارانه شما و اخفال کارگری به نام جواد بوده الان در اینجا حضور داره و شما در مقابل قانون نمیتونین بله آقای رئیس، من این کارو کردم. اون دختر دوست داشتم، بارها عشق ما بهش ابراز کردم ولی جواب سربلند نشنیدم. بالاخره به این نتیجه رسیدم خاری رو که سر راه ما از بین ببرم. منظور من همون حبیبه، چاره دیگه ای نداشتم و قانونم چاره ای جز این نداره که تو رو به خاطر این عملت مجازات کنه. بیا اینجا. بله قربان. هر دوشون رو ببر. اطاعت میشه. بفرمایید بریم. من که گناهی نکردم آخه، من دیگه چرا؟ بفرمایید، شما میتونیم بریم. خوبم، بیا بگیر. دستت درد نکنه. حالی پارش چطوره؟ ای بد نیست، خیلی به سلام رسید. سلامت باشه. بسه دواهاش، امروز رفتن پیش کت خدا، فرستاد از درمونگاه ده براش آوردن. بالاخره باید یه فکری براش بکنی نورزاد. امین که به خدا در فکرش هستم. ناامید نباش دختر جان، تو برو، من خودم میبشم یه سری بهش میزن. برو جون، برو. کجا بودی؟ چرا منو تنها نزدی؟ من که دائم پیش تو هم حبی. خب چشمات چطوره؟ بهتر شدی؟ نه، چشمات تاره تاره، هیچ جا رو نمیبینم، هیچ جا رو. بگو ببینم کجا رفته بودی؟ رفته بودم پیش نورزاد. نورزاد؟ آره، خودش گفته بود هر وقت چیزی لازم داشتی بیا از خودم بگیر. نه دیگه نمیخوام بری پیش اون، من ازش خوشم نمیاد، فهمیدی؟ نمیخوام بری پیش اون. حبیب جون، تو چرا این حرفو میزنی؟ نورزاد دوست توه، خیلی بهت کمک کرده، اون حاضره برای خوب شدن تو هر کاری از دستش بر بیاد بکنی. نه، اون فهمیده که من دیگه چشمام نمیبینه، حتما میخواد تو از چنگ من در بیاری. بی خودی نیست که همش میری پیش اون. حبیب، شما نون و نمک هم دیگه رو خوردی. چه فکر و خیالیه که تو میکنی؟ همین که بهت دلم نمیخواد، ولی من دلم میخواد حقوقت رو زیاد کنم، منطقه بقیه کارگرها صداشون در میاد. اینی که به هیچ وجه روی این موضوع نمیتونم تصمیم بگیرم. از طرفی محسنم از کارت ابدا راضی نیست. شما خودت میدونی که من بیشتر از همه دارم توی این معدن کار میکنم و زحمت میکشم. سزاوار نیست که زحمات منو ندیده بگیرید. اگه اون از من راضی نیست به خاطر دشمنیه که با هم داره. اون نمیخواد که من توی معدن کار کنم، اینو میدونم. منم جواب رد بهش دادم. راجع به اضافه حقوقت فقط یه راه داری، اونم اضافه کاره. یعنی باید شب تا صبحم کار کنی تا بتونم یه اضافه حقوقی برات دست و پا کنم. من اینو از خدا میخوام، حاضرم شب تا صبحم کار کنم. اون چطوری رو بذار رو آتیش یه استکان چایی بخوریم. بله خب، همین الان میزنم. آدمی داری، از کارگران دو سراغت رو گرفتم، گفتم که شبام کار میکنی. آره نه جون، شبام کار میکنم. بیا بشی. بیا بیا اون وزر باش نخوری زمین. یا علی علی بفاری آده همه برسه. آره مصطفا، قربونی دستی، یه استکان چایی برای نری رو برس بیا. خب پسرم، حالت که خوبه؟ اینم لباسات رو سردار نکنی نیجا، بفرده نکنی. خدا قوتی خیلی ممنونم آقا مصطفی. چطه ننه جا، از قیافت معلومه که خیلی خسته. یه خوردن به فکر سلامتی خودت باش ننه جون، اینقدر به خودت زحمت نده، یه کمی خستگی در کن، برات لازمه. ای
خیلی نداره، اجالتا مجبورم شب و روز کار کنم، باید زحمت بکشم، شاید بتونم وظیفه دوستی و درباره حبیب انجام بدم. خدا اجرت بده نوم. خب پسرم، من دیگه میرم، هر دو حتما یه سری به خونه بگیم. چشم، 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 بازه تو سرات برسیم. جون دلم، خودم میرم، خدا نگه دارم. بچه بابا، نفرس به امان خدا. خدای بزرگ. مدر چی شده؟ بسته شد دیگه. بسته شد.
ای بچه ها بیا اینجا بینم با ببینم بوده یک کمی زورش بدین ماشین نمی کشه یالا بچه زورش بده بینم یالا اومدم در تو شکی ماشین ما رو کشت چی شده حسن آقا چی شده میبینی که نمیکشه کمک کن از این سر بالایی ردش کنی بدش من بدش من برین کنار بچه ها حسن آقا زیاد گاز نبیاد خیلی خوب خیلی آروم بشین درست به
بشی. نه والا من عادت ندارم، همینطوری بهتره. بازو بنداز پایین مثل همه بشی. پسر مگه دیوونه شدی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا بر روزی میکنی؟ مگه نگفتم تو رو میبرم باشگاه؟ ها؟ دست رو میبرم. ببخشی نفهمیدم، فکر کردم راست راست برم دعوا میکنم.
کار شما با این بس تو این شرکت به هیچ وجه عملی نیست. شما تشکیلات این شرکت رو بازرچه خودتون قرار دادید. هیئت مدیره شرکت در جلسه دیشب به خدمت شما خاتمه دادن و علتون اهمال شما در نرسیدن سنگهای سفارشی برای ساختمان جدید این شرکت بوده. حالا میتونید به حسابداری مراجعه کنید و حقوق و مزایات رو بگیرید. بگیرید آقای رئیس. خواهش میکنم، وجود دیر شده، کاری از دست ما ساخته نیست. بفرمایید. اشکالی نداره، خیلی متاسفم، گناه حس خود من بوده. با اجازه تو. خواهش میکنم. چی رو هم نشد؟ دو نو از یاد شد دو. میان، این هم سهم تو. حالا با این همه پول میخوای چیکار کنی؟ میخواد بری بیمم. مداد کاغذ تو برده رو بنویس. خب بردار کاغذ بخار. چی بنویسم؟ بنویس. کاغذ نورزاده. خواهش میکنم اینو واسه این خواهش میکنم. نه چه بنویس. ممنون. خب نکن نشدی حسن جان. پدر بزرگوارم سلام عرض میکنم. علیه جزم پدر عزیز. بله انشاءالله همیشه سلامت و تندرست باشید. بده من دکتر. اهل منزل همگی سلامت باشم. بله احوالی از بنده در تهران بخواهید دعاگوی همه شما هستم. باری همین از سایی که نامه را به خدمتتون میفرستم وسیله مالیجه حبیب جان فراهم شده. میتوانید فورا به تهران حرکت کنید. البته اتفاق مریم و مادر حبیب و خود حبیب. از قول من به همه اهلیده به خصوص به مشهدی رجب چت خدا سلام برسیم که نوکر شما نورزا. خب مشنسم من میگه مرخص میشم. خدا عوض زده جمع. خدا اون بود. آخه شما باید زودتر خودتون برای رفتن آماده رو بود. خدا بسلامت. خوش آمد. خوش آمد. عالی بود آفرین. خیلی قشنگ رفتیم. برابو برابو. خب دوستان خواهش میکنم یه دقیقه توجه بفرمایید. مجلس امشب ما که افتخار میزبانی اون رو پسر عموی عزیزم بهروز به من دادن به خاطر موفقیت و پیروزی های دوست ما آقای نورزاده که تونستن با کوشش خودشون ره 100 ساله رو یک شبه طی کنن و من از همه دوستان خواهش میکنم که به افتخار ایشون دست بزنم. توجه کنید دوستان، حالا از زهره خانم خواهش میکنم که با رقص آواز خودشون به مجلس امشب من، البته با اجازه پسر عموی عزیز، خواهش میکنم. زهره خانم بفرمایید. Bahre
سلامتیم تندرستیم و بیاد خدا کنه چه خوش و خندون برگردی الهی آی بگیر قرآن ماج بگیر درمون خدا نشته کن سب کن سب کن خدا خدا سلام مارو به موزاد برگاه بهش بگو احمده به وجود تو افتخار میکنیم خدا خودش بهش عبدش رو میده چشم اشرجم حتما بهش میگم خدا نگهدار ناراحت نباش حبیب جان امید به خدا داشته باش خودم برات یه گوسفند نرد کردم انشالله که صحیح و سالم برمیگردی و خودم عروسی تو مریم همینجا را میندازم بریم به سلامت را بیا خودم خدا 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 شوفر نگردم 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 بابا نگردش من باشی بابا برو بالا دخترم به سلامت بفرمایی سلامت جبرتون تا بفرمایی برو بالا خدا خوش کنم آقا شجم خدا بچه ها دو سر نگردم من شما تو من خواهی بخوابی؟ من جون امرو که وقت خوابه همین دوست به گلاس باقی داره پس من رفتم من این موازه با شیشه نخورد سارا جون پاشو پاش برو بخواب بجا تو باید موسیقی
باد کور از خدا شاه میهن. شیشه نخورته سوپش برو کپه مرگتو بزن. برو بشم کرده بودیم. این جنجالای بی خودی هم پیش نمی بود. بی خودی برای من بهانه نیار. بگو دلم نمیخواد که با تو عروسی بکنم. تو آبروی من و تو فامیلم بردی. منو تو دست و دهن انداختی. آخه زهره جون، من نمیخوام فردا مردم بگن منوچهر با دست خالی دخترم موشو گرفت. من برای من کسر چه میگم؟ چهار تا دوست داشته به من چی میگم؟ حالا میگه چی کار کنی؟ از من که کاری ساخته نیست. خودت باید به فکر باشی، نه من. بسیار، کاری نداری. به شرط اینکه تو هم به من کمک بکنی. چه کمکی؟ چه کمکی؟ اون چیزی رو که ما دنبالش میگردیم و ما رو به آرزوهای میرسونه تو همین خونه سوره. منظورتو نمیفهمم. پول، یه پول کلو با اون میتونیم خوشبخت بشیم. با هم عروسی کنیم. خونه ای رو که دوش با نوزاد به دست آوردن. نه، اون پولا مال اونا نیست، مال معالجه چشم حبیبه. نه نه، من این کارو نمی کنم، این کار ظلمه. زهره، سعادت و خوشبختی ما به این پول بستگی داره. بچه نشو، عقل داشته باش. زندگی خوشی در چند قدمی ما قرار گرفته. اونو به چه رو بیار، بذارم بسیمون فرار کنیم. کی می فهمه ما این کارو کردیم؟ پشت پا به وقت خودت نزن. بگو جای پولو کجاست؟ میدونم به خاطر منم که شده جای پولو رو نشونم میدی. مگه تو من رو دوست نداری؟ مگه نمیخوای با هم عروسی کنیم؟ بسیار خوب، هیچ اشکالی نداره. من اصلا اون ساعت برای همیشه از روزو میرم. بودم پولو اونجا نمیذارم. نه منیجر، من نمیخوام تو رو از دست بدم. تو رو دوست دارم منوچهر. پولا تو کمد اتاق داداشمه. بله، اگه کاملا بدم
دستور دکتر رفتار بکنه امیدی هست.
پولا کجاست؟ چرا نار شدی؟ رفی پولا رو بده زود باش رفتون بیاد بهش بدارم باز چرا مطاری؟ یادم بچم بیا با این حسان بیا داری یالا را بیار یالا نگاشون نکن آدم نیستن پولا رو برد میدونم چیکار بگیر و بردن حرف
بزن چی رو بردم؟ مریم بردم. مامان دیدی چه خاکی به سرم شد؟ مریم رو بردن. مریم رو بردن. چی کار کنم؟ جواب اهل ده رو چی بدم؟ آخه بگم دختران رو دزدیدن بردن بی آبروش کردن. خب چرا مطاری؟ باید به شهربانی اطلاع بدیم. خودم الان میرم خبر میدم. ناراحت نشید. Yeah.
دست آفرین کن. ای آجا خیانت من چطور میتونم این گناه تو رو ببخشم؟ تو بزرگترین گناه رو تو خانواده ما مرتکب شدی. من هرگز نمیتونم از تقصیر تو بگذرم. تو آبروی برای خانواده ما باقی نذاشتی. داداش من اشتباه کردم. الان دیگه موقعی نیست که به فکر خطاهای گذشته من باشی. من پیش شما اومدم تا به گناه خودم اعتراف کنم و مریم رو از اون منجلاب نجات بدم. مریم الان کجاست؟ اون الان تو چنگ منوچهر اسیره. مخفیگاهشونم بالاتر از جاده روده که از یه جاده فرعی به اونجا میرن. فهمیدم کجاست. حتما تو منزل دوست اشرفی. بهروز چرا محتالی؟ بری نجاته شدی. گوش کن زهره، تو فورا برو به پلیس خبر بده. من و نورزادم میریم اونجا سرشونو گرم میکنیم که مبادا فرار کنن. دم دلی درد و شنا دیوانه عشق و وفا دیگر چرا پنهان کنم از این آن سه Yeah.
صدا کنی.
امیدوارم بتونم برادر خوبی باشم. مهر جون، خواهرم، از خدا میخوام همونجور که من و حبیب با آرزوی دل میرسیدیم تو هم با آرزویت برسی. من و حبیب هیچ وقت شما رو اذیت نمیبریم. عدد همه چشم انتظارن، اونا قول دادن جشن عروسی مفصلی برای حبیب و مریم را بندازن. جشن عروسی به شما مبارکه، عروسی مبارکه، به شما این شب پیوند وفا مبارکه، عروسی مبارکه، شادی کنید دست بزنید، نقاره با دست بزنید، شب عیش و شب شادی سوریا مبارکه، مبارکه مبارکه، به عروس و به دوماد و به شما مبارکه، مبارکه مبارکه. توی اجلم شب گل بارونه، نقل خونچه اونجا فرابونه، چون به اجلم میره عروس خانم تو دوماد خوش حال و خندونه، شادی کنید دست بزنید، نقاره با دست بزنید، شب عیش و شب شادی سوریا مبارکه، مبارکه مبارکه، به عروس و به دوماد و به شما مبارکه، مبارکه مبارکه. میخواد که روح سارت ببوسم، در زلف دل آزارت ببوسم، اگر عمرم که پاپی داد و بویم، در سرخ شکربارت این جشن عروسی به شما مبارکه، عروسی مبارکه، به شما این شب پیوند وفا مبارکه، عروسی مبارکه، شادی کنید دست بزنید، نقاره با دست بزنید، شب عیش و شب شادی سوریا مبارکه، مبارکه مبارکه، به عروس و به دوماد و به شما مبارکه، مبارکه مبارکه. توی مجلم شب گل بارونه، نقل خونته اونجا فرابونه، چون به هجله میره عروس خانم دو دوماد خوشحال و خندونه، شادی کنید دست بزنید، کار با دست بزنید، شب عیش و شب شادی سوریا مبارکه، مبارکه مبارکه، به عدوماد و به شما مبارکه، مبارکه مبارکه، شب عیش و شب شادی سوریا مبارکه. او به سوی مأوای خویش می رود، به سوی خورشید طلایی آمال آرزوهایش، تا دوباره بازوان پولادین خود را بر سنگ سخت بکوبد و دور از پلیدی ها، دور از نیرنگ ها و ریاها، به جرگه دوستانش بپیوندد. می رود تا
با صفای زندگی بی آلایش خیش را باز یابد، چون او مرد کوهستان است، مرد صحراست.